مقام های ارشد سازمان ملل روز سه‌شنبه گفتند وضعیت اسفبار غیر نظامیان بر اثر جنگ در سال 2023 به شدت وخیم بود، چرا که جهان شاهد وحشت نه تنها در غزه و جنوب اسرائیل، بلکه همچنین رنج شدید مردم در سایر نقاط بحرانی در سراسر جهان بود. همکارم در زمینه وخامت و بحرانی شدن اوضاع انسانی در جهان با تکیه بر سخنان مقام های ارشد سازمان ملل گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. جایس مسایا، معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا، به اعضای شورای امنیت گفت که سازمان ملل به تنهایی بیش از 33,000 کشته غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه را در سال 2023 ثبت کرده که این رقم افزایش وحشتناک 72% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این کارشناس ارشد بشردوستانه سازمان ملل توجه ویژه جهانی را به وضعیت ناامیدکننده غزه جلب کرد که در آن عملیات نظامی مداوم اسرائیل پس از حملات 7 اکتبر توسط حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی منجر به مرگ، ویرانی و رنج با سرعت و مقیاس بی‌سابقه‌ای شده و ده‌ها هزار نفر کشته و زخمی و بیش از 75% از جمعیت این منطقه به اجبار آواره شده و قحطی بزرگی برای این سرزمین در راه است. آلیچ وایرویمو اندریتو، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از نسل‌کشی نیز در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت: درگیری خونین بین دو گروه نظامی رقیب در سودان که در ماه آوریل آغاز شد به خشونت‌های قومی شدید به ویژه در دارفور و آلفاشر منجر شده است. در اوکراین استفاده از سلاح‌های مرگبار در مناطق پرجمعیت عامل اصلی تلفات غیر نظامیان بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت جهانی حفاظت از غیر نظامیان که هفته گذشته منتشر شد، در سال 2023 افزایش 16% تلفات غیر نظامیان ناشی از مین و مواد منفجره باقی مانده از جنگ با 116 کشته و 383 زخمی همراه بوده است. این گزارش همچنین به تشریح تأثیر درگیری‌ها در مناطق مختلف دیگر پرداخته است. در کنگو بیش از 219,000 قربانی گزارش شده. در مالی 1,300 غیر نظامی کشته شده. میانمار هم شاهد افزایش درگیری به ویژه در مناطق شهری بوده است. خشونت در نیجریه منجر به کشته شدن 4,533 غیر نظامی و کشته یا زخمی شدن بیش از 1,400 غیر نظامی در سومالی شده است. در سودان جنوبی هم 2,527 کشته و 597 نفر ربوده شده و در سوریه نیز 556 غیر نظامی جان باختند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر کیان برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از ونکوور، و از او پرسیدم به چه دلیل فضای تفاهم و گفتگو که در چند دهه قبل بر دنیا حکم فرما بود تبدیل به فضای جنگ و خصومت و خونریزی و جنایت شد و چگونه میتوان دوباره به جای جنگ به دنیای آری از خشونت و خونریزی بازگشت. پاسخ دکتر کیان برزگر را در این زمینه ببینیم و بشنویم. بله، در سال متأسفانه در این سال، یعنی در سال 2023 و همینطور در سال 2024 ما این حوادث رو شاهد هستیم. یعنی یک جنگ بزرگی در خاورمیانه داریم بین اسرائیل و غزه، همینطور بین روسیه و اوکراین، و جنگ‌های خردتری که در دیگر نقاط جهان مانند سودان، نیجریه و جای دیگه بین گروه‌های قومی در جریان هست. در واقع عامل اصلی این جنگ ها تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان هستش که این عوامل رو میتونم به چند دسته تقسیم کرد. یکی از عوامل ممکنه به سیاست های ناسیونالیستی، تقویت و افزایش سیاست های ناسیونالیستی باشه، افزایش سیاست های ایدولوژیک های مذهبی باشه،
افزایش نابرابری های اقتصادی که باعث نارضایتی مردم در جامعه میشه، حتی تغییرات آب و هوایی نیز روی این مسئله تأثیر میذاره، کم بوده و باران منابع آب، این را همه روی مسئله تأثیر میذاره. اما برای دنیای آری از خشونت و خونریزی به چند مورد میتونیم اشاره بکنیم. یکیش تقویت مکانیزم گفتگو برای حل مناقشات و منازعات میشه، این رو استفاده کردش. دوم فرهنگ سازی هستش، یعنی با تقویت فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و همینطور آموزش که به عنوان فرهنگ صلح رو ترویج بکنم و جایگزین خشونت بکنم، این مسئله بسیار مهم هستش. همکاری بین المللی نیز یکی از موارد دیگه است، یعنی باید همه همکاری داشته باشن برای مسائل های حاد جهانی. کمبود منابع خودش تنش‌زا هستش، مثلا در مورد همین مسائل اقلیمی همه کشورهای دنیا باید به خاطر آلودگی جهانی این رو همکاری داشته باشن که منابع طبیعی و کمبود منابع طبیعی خودش چالش برانگیزه. خیلی از جاهای دنیا امروز به خاطر این کمبود منابع طبیعی دچار نارضایتی و تنش‌های قومی قبیله‌ای شده. تقویت نهادهای بین‌المللی، این بسیار مهمه، یعنی یک سازمان حافظ صلح باید به جد روی این مسئله تأکید داشته باشه. همه کشورهای دنیا روی نهادهای بین‌المللی باید کاملا مشارکت داشته باشن، تقویت بکنن برای حفظ و حفظ صلح و صلح پایدار در کل جهان، که در نهایت یک تعهد مشترک همه کشورهای جهان برای یک صلح پایدار داشته باشن. نهادهای بین‌المللی بسیار تاثیرگذار هستند. نمیتوان بی تفاوت بود در نقطه ای از دنیا تعدادی افرادی بیگناهی کشته میشوند و دیگران نظارگر باشند. ما این موارد رو در خود ما واقعا در میبینیم که کودکی، زنی اگر در غزه کشته بشه نگران هستیم، همونطور اگر در اسرائیل کشته بشه نگران هستیم و ما هم درد میکشیم. اگر در سودان چنین اتفاقی بیفته ما هم رنجش رو میبریم، اگر در نیجریه چنین اتفاقی بیفته ما رنجش رو میبریم. بنابراین همه ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم در این مسائل. تمام دنیا باید روی نظارتی داشته باشه به عنوان سازمان‌های بین‌المللی روی این موضوع که صلح پایداری حتما وجود داشته باشه و تقویت بشه روی این قضیه. با تشکر از دکتر کیان برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از ونکوور، که توضیحات خود را در مورد این گزارش ارائه دادند.